پس از دیدار با رهبر انقلاب میگوید با عنایات به مطالعاتی که من درباره مسیح داشتم در ملاقات با رهبر انقلاب تمام ویژگی‌های نوشته شده برای مسیح را در آیت الله خامنه‌ای دیدم و برایم متجلی شد. درست. ببینید این سخن سخن بلندی است. این روی کسی میگوید که معنای جایگاه سیاسی خودش را و جایگاه سیاسی رهبری نظام را درک میکند. بله. میفهمد که این چه پیامی برای دنیا داره. بله. اما اونچنان در برابر شخصیت الهی، معنوی، اخلاقی و سیاسی رهبر معظم انقلاب خود را کوچک میبیند و این گونه از او با عظمت یاد میکند. پوتین این جمله رو میگه، میگوید او حکیم دانشمندی است که تصمیم گیری و تنظیم سیاست ایران با اوست و با وجود درایت و هوش سرشار ایشان هیچ خطری متوجه ایران نمی شود. ببینید شخصیت سیاسی دوم جهان این گونه در برابر رهبری اظهار تواضع می کنه و این گونه واقعیت هایی که یافته یا گوشه از اون رو بیان می کنه. بعد می گوید که من در ملاقات با ایشان معنای واقعی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مفهوم ولایت فقیه و ولایت علمای دینی را که شنیده بودم فهمیدم. خیلی این جمعه بلنده. یعنی ولایت فقیه یک مفهوم بود، این مفهوم رو من در وجود این مصداق، این شخصیت یافتم. اگر اسلام میگوید باید رهبری جامعه در دست فقهای عادل حکیم مدیر مدبر باشد، برای چه مقصدی است؟ درست. آقای کوفی انان بعد از ملاقات با رهبری این جملات رو میگوید، میگوید اولا من با اینکه اهل غنا هستم درباره کشور خود به اندازه ایشان اطلاع ندارم. جناب آقای کوفی انان میگه اطلاعات ایشون از اطلاعات من بیشتر. بعد ادامه میده میگوید که ایرانی ها و بعد از ایرانی ها میگه مسلمان ها. ببینید خیلی جمله زیباست. یعنی آقای کوفی انان میداند که امروز رهبری نظام جمهوری اسلامی رهبری دنیای اسلام است. در هر کشوری بره این سخن رو نمیگوید، نمیگوید باید مسلمانان به این رئیس جمهور این کشور افتخار کنند، اما در ملاقات با رهبری میگوید که ایرانی ها و مسلمان ها باید افتخار کنند و باید بگویم آقای کوفی انان که این درک رو داری، ملت لبنان هم همین درک رو دارد، ملل مسلمان جهان هم همین درک رو دارن و همین افتخار رو میکنن و این رو نشان میدهن، افتخار کنن که چنین رهبری دارن. یعنی رهبر ایران رهبر دنیای اسلام است. این سخن آقای کوفی انان به عنوان دبیر کل سازمان ملل، نه محمد حسن عبوترابی به عنوان نایب رئیس مجلس. بعد میگوید که من با شخصیت‌های مختلفی از جمله شیراک، هلموت کوه دیدار داشتم که به شدت هنوز کسی را مثل ایشان ندیدم، ایشان قابل مقایسه با ایشان. شخصیت معنوی ایشان یعنی رهبری نظام چنان مرا تحت تأثیر قرار داد که نزد خود فکر کردم چرا شخصیتی مثل من باید دبیر کل سازمان ملل باشد. پس از دیدار شخصیت هایی که مرا جذب کرده بودند، پس از این دیدار شخصیت هایی که مرا جذب کرده بودن همه را به فراموشی سپردن. همیشه معتقد بودم شخصیت های معنوی و عرفانی از مسائل سیاسی اطلاعاتی ندارند، ولی در دیدار اخیرم ایشان را در اوج قداست از نظر معنویت،
شخصیت سیاسی دیدم، آنچه از سیاسونی بزرگ در ذهنم بود همه را پاک کرد. نخست وزیر عراق آقای مالکی، آقای مالکی با رهبر معظم انقلاب ملاقات داشت. بله. آقای مالکی در این ملاقات یه جمله ای رو گفت، گفت روابط کشور عراق با جمهوری اسلامی ایران یک روابط استراتژیک است. این در ادبیات سیاسی معنا داره. بله. این جمله رو با هیچ کشوری نمیگه. بله. این جایگاه نظام جمهوری اسلامی. امروز وحدت مسلمانان در عراق، یک پارچگی صفوف آنان در عراق، رسیدن آنان به یک دولت مقتدر با حضور آقای مالکی قطعاً باز میگرده به جایگاه نظام جمهوری اسلامی و جایگاه رهبری. بنده مجال نیست و شاید هم مناسب نباشه که حتی گوشه هایی از این رو تبیین بکنم تا ملت عزیز ما بدانن که رهبری در دنیای اسلام چه نقشی رو ایفا می‌کنه. روز در کشور ما این جهاد قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. شما ها اغلب یادتون نیست قبل از انقلاب رو، عجیب بود. هم اینجا هم بعضی جاهای دیگه، ما عراق رفته بودیم یه سفر عتبات مشرف شدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح نایستاد، توقف نکردیم، نمیشد، جوری تنظیم کرده بودن. بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، چون نمیشد در داخل قطارم، کثیف بود، جوری بود نمیشد نماز خوند که نماز بتوانم بخونم. نزدیک ایستگاه بود یا اون اوائل ایستگاه بود،